کشاورزی و دستیابی به خوراک فراوان بوده. ما در فرایند اسکان انسان اولیه و در مرحله دومش با انقلاب کشاورزی روبرو میشیم. انقلاب کشاورزی یکی از نقاط عطف تاریخ زندگی بشره، به این دلیل که با انقلاب کشاورزی انسان تونست برای خودش غذای فراوانی تهیه بکنه و از اون مهمتر یک جانشینی رو تجربه بکنه. تا قبل از انقلاب کشاورزی انسان به دلیل دستیابی به غذا مجبور بود از نقطه‌ای به نقطه دیگه سفر بکنه، اما در این فرایند اسکان و زمانی که یک جانشین شد و در مرحله دومش موفق شد که استعداد زمین رو به خدمت بگیره، از حیوانات استفاده بکنه برای دستیابی به فرایندی در قالب کشاورزی و بتونه غذای خودش رو از درون زمین به دست بیاره. و خب این یک اتفاق بسیار بزرگ بود برای بشر که تا حدود بسیار زیادی تونست آینده بشر رو تغییر بده. از جمله مواردی که در این دوره تاریخی میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که دهکده هایی که ایجاد شدن در بین کشتزارها شروع به تأسیس می شدن و این اهمیت موضوع کشاورزی را برای روستاییان و ساکنین اون نشون می داد. محل سکونت در نزدیکی محل کشاورزی یکی از موضوعات بسیار مهم بود. این باعث می شد که یک شکل پایداری از خانواده ها رو در قالب یک فرایند اجتماعی یا در قالب یک مجموعه اجتماعی پایدار ما ببینیم و همین نقطه شروع پدیدار شدن شهرها بوده. اگر قرار باشه ما بگیم که نقطه شروع پدیدار شدن شهرها از کجا بوده، بدون تردید از به وجود آمدن روستاها بوده، یعنی اونجایی که روستاها در بین نقاط کشاورزی و در بین مزارع کشاورزی شروع به ایجاد شدن کردند و نهادهای اجتماعی پایداری رو تشکیل دادند، نقطه آغازی برای شروع شهرها شدند. اگر قرار باشه از یکی از مهمترین اصول و موارد اساسی که زندگی روستایی رو تا همین امروز نگه داشته و به عنوان یک سنگ بنای بسیار مهم ساختار اجتماعی و ارتباطات روستایی و از اون مهمتر زندگی روستایی رو حفظ کرده، بدون تردید اصول اخلاقیه. در واقع اصول اخلاقی حاکم در روستاها زمینه بسیار مهمی بوده برای اینکه چهارچوب‌ها و ساختار زندگی روستایی تا همین امروز حفظ بشه. همونجوری که در مطالب قبلی اشاره کردیم، زمانی که روستاها به وجود اومدن، با گذر زمان تونستن شکل پایدارتری به خودشون بگیرن و به تعبیر دیگه توسعه پیدا بکنن و ساختار اجتماعی و اقتصادی بهتری به خودشون بگیرن، بطن این روستاها زمینه ای رو برای ساختار جنینی شهرها به وجود آورد. به تعبیر دیگه اگه بخوام پدیده رو توضیح بدم، شاید اینجوری میتونم بگم که شروع ایجاد شهرها و توسعه اونها از روستاها شروع شد و روستاها با به وجود اومدنشون، با توسعهشون و با پایداریشون یک مسیری رو فراهم کردند برای ایجاد شهرها و در واقع شهر امروز و شهرهای امروز محصول و مدیون ایجاد روستاها و توسعه اون هستند. در ادامه به بررسی موضوع جامعه روستایی و روستا می‌پردازیم. اگر قرار باشه جامعه روستایی رو مورد تعریف قرار بدیم، باید از یک سیستمی یاد بکنیم که این سیستم در درون خودش یک پیوستگی و وابستگی رو داره که این پیوستگی و وابستگی در ابعاد مختلفی خودش رو نشون میده.